شکوفایی شرکت‌های فاقد مدیر عامل. در بروکلین نیویورک یک فروشگاه مواد غذایی وجود دارد که میزان فروش آن در هر 30-40 سانتی متر مربع 4 برابر بیشتر از سایر فروشگاه‌های منطقه است. 10,000 نفر در این فروشگاه کار می‌کنند، اما از فردی به نام مدیر عامل خبری نیست. اینجا تعاونی پارک اسلوپ فود است، یکی از میلیون‌ها تعاونی موجود در دنیا. تعاونی‌ها بخش اعظمی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند. 280 میلیون نفر، یعنی 10% از نیروی کار جهان، در شرکت‌های تعاونی مشغول به کار هستند. شرکت‌های تعاونی باعث چرخش مالی سالانه بیش از 2 تریلیون دلار می‌شوند. اما چطور ممکن است کسب و کاری با 10,000 پرسنل مدیر عاملی نداشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، باید بدانیم شرکت تعاونی چیست و چرا تأسیس می‌شود. بیایید به سال 1844 سفر کنیم. در این سال، گروهی متشکل از 28 بافنده پارچه در راچدیل انگلستان گرد هم آمدند تا با هم فروشگاهی تأسیس کنند. خرید عمده و مستقیم از تولید کنندگان به آنها فرصت مذاکره بر سر قیمت و امکان خرید اقلامی را می‌داد که در حالت عادی نمی‌توانستند از عهده هزینه آنها برآیند. آنها فروشگاه را با کمک و همفکری یکدیگر اداره می‌کردند که در زمان خود فعالیتی بسیار قابل توجه محسوب می‌شد. شرکت منصفان راچدیل اولین شرکت تعاونی جهان نبود، اما اولین تعاونی بود که قوانین و اصول خود را به صورت عمومی به اشتراک گذاشت. اصولی که شرکت‌های تعاونی تا به امروز از آن تبعیت می‌کنند. امروز انواع شرکت‌های تعاونی وجود دارد. REA در ایالات متحده و اسکروپ در فنلاند از تعاونی‌های بزرگ مصرف هستند. بنگاه‌های تعاونی و شرکت‌های بیمه تعاونی از انواع تعاونی‌های مالی می‌باشند، اما با گرد هم آمدن کشاورزان یا سایر تولیدکنندگان کنار هم، تعاونی‌های تولید شکل می‌گیرند. تعاونی‌های کارگری نیز برای اشتغال‌زایی افراد جامعه تأسیس می‌شوند، مانند ماندراگان در اسپانیا و چیزبورد در بروکلی کالیفرنیا. اعضای برخی از تعاونی‌های مصرف مثل پارک اسلوپ موظفند در فروشگاه به صورت شیفتی کار کنند. آنها از تخفیف 15% تا 50% برای خرید خاروبار برخوردار می شوند و در گزینش اجناس فروشگاه اعمال نظر می کنند. 3 نکته مهم که باید راجع به تعاونی ها بدانیم. اول اینکه تمام تعاونی ها متعلق به تمامی اعضای آن هستند. از مصرف کننده گرفته تا تولید کننده، کارگر و سایر اعضا. برخلاف شرکت‌های سنتی که می‌توانند سهامدارانی خارج از مجموعه داشته باشند، تمامی صاحبان یک تعاونی باید عضوی از خود مجموعه باشند. دوم، تعاونی‌ها برای کسب سود بیشتر تأسیس نمی‌شوند. گرچه بسیاری از آنها سود قابل توجهی به دست می‌آورند، اما مأموریت اصلی آنها کسب سود نیست. پس اگر در ارزیابی یک شرکت تعاونی از معیار کسب و کارهای سنتی استفاده کنیم، در واقع مهمترین دلیل تأسیس آنها، یعنی توجه به میزان خدمات ارائه شده به اعضا را نادیده گرفتیم. و سوم، تعاونی‌ها آزادانه توسط اعضای خود اداره می‌شوند. اما روش تصمیم گیری در تعاونی ها چیست؟ چند روش در تصمیم گیری ها اعمال می شوند؟ در یک تعاونی کارگری کوچک مانند چیزبورد، تصمیمات عملی به صورت روزانه تنها توسط کارکنان گرفته می شود. هرچه شرکت ها بزرگتر باشند، نیاز به نوعی مدیریت و رهبری در آنها نیز بیشتر خواهد بود. مثلا در پارک اسلوپ، برای هر 80 نفر یک سرپرست تعیین می شود. بزرگترین شرکت تعاونی مصرف و کارگری در جهان، یعنی ماندراگان، در کنار یک مدیر ارشد از مدیرهای رد پایین‌تری نیز برخوردار است که حدود 30,000 پرسنل سهامدار و 50,000 پرسنل قراردادی را اداره می‌کنند. اما نقش مدیر در شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سنتی بسیار متفاوت است. در شرکت‌های تعاونی، مدیران تنها سیاست‌هایی را پیش می‌برند که اعضا یا کارکنان سهامدار به آنها رأی موافق داده باشند. در شرکت ماندراگان پرسنل می توانند رأی به اخراج مدیر ارشد بدهند. برخلاف شرکت های سنتی که یک مدیر کل آن را اداره می کند، در شرکت های تعاونی هیچ فردی تحت عنوان مدیر کل قدرت غالب و قدرت بالا به پایین وجود ندارد. ضمن اینکه هم در شرکت های سنتی و هم در شرکت های تعاونی تصمیمات عمده با رأی گیری اتخاذ می شوند، اما اینکه چه کسانی و چگونه رأی بدهند در این دو کاملا متفاوت است. در یک شرکت سنتی میزان حق رأی معمولا با میزان سهام فرد نسبت مستقیم دارد، یعنی هرچه فرد سهام بیشتری داشته باشد رأی بیشتری خواهد داشت. برای مثال آلفابت، شرکت مادر گوگل را در نظر بگیرید. علارغم داشتن هزاران سهامدار، فقط 2 تن از مؤسسین 51% آرا را در دست دارند و در نتیجه مسیر حرکت شرکت را تعیین می کنند. در یک شرکت تعاونی تمامی اعضا حق رأی دارند و در اغلب تعاونی ها هر شخص تنها یک رأی دارد.
این تفاوت منجر به اتخاذ سیاست‌های کاملاً متفاوت در این دو می‌شود. به عنوان مثال سقف درآمد مدیریت در ماندراگان نبایستی بیش از 6 برابر حقوق کارگران باشد. این در حالی است که در اسپانیا درآمد مدیرعاملان شرکت‌های سنتی به طور متوسط 143 برابر یک کارمند معمولی است. هر ماه در پارک اسلوب جلسه عمومی برگزار می‌شود که همه اعضا می‌توانند برای دادن رأی در آن شرکت کنند. پیشنهادی که به رأی گذاشته می شود با رأی اکثریت از مرحله اول عبور کرده و برای تایید رسمی به هیئت مدیره متشکل از اعضای تعاونی ارجاع داده می شود. در شرکت چیزبورد پرسنل سهامدار سعی می کنند در تصمیمات عمده با یکدیگر به توافق برسند. در نتیجه اتخاذ برخی تصمیمات ممکن است زمان زیادی طول بکشد. مثلا در اواخر دهه 70 میلادی تصمیم گیری برای اعلام عمومی اینکه چیزبورد یک شرکت تعاونی است و به عنوان مجموعه واحد عمل می کند یا خیر یک سال و نیم طول کشید. اما این بحث ها و مخالفت ها در نهایت به چنان تصمیم قاطعی ختم شد که پس از گذشت سالیان هنوز پابرجاست و این شرکت همچنان در تبلیغات به عنوان یک تعاونی معرفی می شود. موارد گفته شده تنها مزایای تعاونی ها نیستند. مطالعات در بریتانیا نشان می دهند احتمال تعطیلی استارتاپ هایی که به شکل تعاونی راه اندازی می شوند در 5 سال اول تقریبا نصف کسب و کارهای معمولی است. محققان در نظرسنجی از 600 پرسنل شاغل در امور مربوط به مراقبت های بهداشتی در منزل به نتایج جالبی رسیدند. نیمی از این افراد کارکنان یک شرکت تعاونی کارگری و نیم دیگر از کارکنان شرکتی سنتی بودند. هر دو گروه از مسئولیت‌های مشابه و حقوق‌های یکسان برخوردار بودند. اما می‌توانید حدس بزنید بزرگترین تفاوت کجا بود؟ بله، رضایت شغلی کارکنان تعاونی حدود 40% بیشتر بود. ترجمه و دوبله شده در مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید سبا.